بنام و یاد خداوند بخشنده مهربان با عرض سلام خدمت تمامی شما بیننده های عزیز، انشالله که ایام به کامتان باشه، همراه فامیل محترم خود خوب باشین. قسمی که در تصویر میبینید ما فعلا در قصر دارلمان هستیم، به دعوت یک از دوستایم اینجا آمدیم. یک نمایش از تولیدات وطنی از تجارت پیشه های وطنی به مدت 4 یا 5 روز در اینجا به نمایش گذاشته میشه. دیگه هموطنهای ما قسمی که میبینین از نقاط مختلف کشور، از ولایت های دوردست، از بامیان و از نمیفهمم سمت شرق و غرب و جنوب و شمال آمدن تا همو تولیدات خود را به نمایش بانن و حداقل جنبه تبلیغاتی داشته باشن. بر از اونا که از این طریق دوستا اونا را پیدا کنن، هموطنا. و همچنان اینجا کره کباب که میبینیم، بعضی هموطنهای ما در همین مدت 4-5 روزی که نمایشگاه ده اینجا هستن، به خاطر از اینکه بعضی هموطنها اگر متقاضی یافت شوند برای غذای چاشت، اینجا انرژی دارن و کباب دارن و بعضی غذاهای افغانی دیگه. و کنجکاو شدیم اینجا چند تا حیواناتی کوچیکه از دور فکر کردم که اینا واقعا زنده جان هستن. وقتی نزدیکش رفتم دیدم که اینا را با دست ساخته شده، بسیار چیزی انتیک بود و مشتکام داده بروبر شیشته بودن. همچنان نمایی از قصر دارلمان شما میبینین که ترمیم و بازسازی شده و فعلا واقعا تبدیل به یک مکان تفریحی و بسیار با ارزش برای ما شما شده. و میخواستم چند تا نقاشی که دیده بودم از نزدیک اونا رو برای شما به تصویر بکشم که خوشبختانه در اینجا تصویر دارم برای شما از نقاشی بسیار زیبا با رنگ روغنی و همچنان روی پشم بره یا گوسفند نقش در آورده بودن از حضرت مولانا و از جناب گاندی در هند. و همینطور چند تا نقاشی رو دیده، باز تصمیم به این شد که برم بخیر کم کم سمت داخل دهلیز ها که در داخل دهلیز چه خبره. ولی قبل از یک دورنما خواستم از این نمایشگاه نقاشی که در بیرون بود هم داشته باشم. و هموطنهای من بسیار با شوق و اشتیاق، بسیار با خوشی در سایه امنیت که توسط امارات اسلامی گرفته شده بود دیگه آمده بودن اکثریت با فامیل خود و از این نمایشگاه دیدار میکردن. و قسمی که یادآوری کرده بودم هم در اینجا حتی شیرینی و کیک و انرژی یه چیزام قابل دسترس بود. و میریم بخیر کم کم سمت داخل. در داخل در اینجا بعضی طعم غذایا و دوای دیک در اینجا فروخته می شود. همچنان زیورالاتی که توسط دست ساخته شده بود در کشور خود ما ساخته شدن، اما جنسش از نقطه اینا بود. اینا را دیدم و لباس های بسیار خوبش، بطرهای مختلف، واسکت های افغان، لباس های گند، اینا هم به چشم می خود. و داخل دهلیز های قصر دارلمان را لیتو قربگک ها مانده بودن که هر تجار به اینجا جنس های خود را ملمش مانده بودن. به اینجا هم چند تا لباس های هزارگی است که اینا کلن توسط دست دخته شده. همچنان چادر جیفون میگن میکنم چی میگن و میوه خشک. و دوباره تصویر است لباس های بسیار مقبول هزارگی و وسایل آرایشی و بهداشتی و مثلا منزل دو محمدی گویا دیگه فعلا که تمام همین وسایل ها، البته که نه، 1% بیشترش مربوط خانما میشد، از قبیل لباس و وسایل آرایشی اینا. و به ترتیب از میوه های مختلف تصویر گرفتیم، ببینیم که میوه بعدی اینو چی هست. اینا مربوط خانم هاست. و این طرف هم اصل بود فکر کنم،
و هم یک دورنما از داخل خود دهلیز منزل دوم قصر دارلمان برای شما گرفتیم که شما بتانین هموطنها را کامل ببینین که به چی تعداد از مردم اشتراک کرده بودن، از جوان پیر گرفته، از خانم و از آقا، از خورد بزرگ، همگی آمده بودن. بسیار خوشحال بودن و واقعا تشخیص خوبی بود، به خاطر از اینکه مدت زمان طولانی میشد که همچین نمایشگاه صنایع وطنی و صنایع دستی و تولیدات خود افغانستان در یک محیطی بسیار با ارزش و یک محیط کاملا فرهنگی در جمع اثرهای تاریخی میمونه گرفته شده باشه کم بود و یا هم بی نظیر بود در نوع خودش. به اینجا هم بازی جمعه هسته که توسط دست اینا بافته شده، از کفش گرفته تا با دیگه تا اونه نفهمی بیگاهی بسیار خورده ریز که از گلک ساخته شده. به اینجا هم سنبس ها و بردن رو نداشتیم همونش میمونده، و همچنان بعضی سفیدگرار هم در اینجا به فروش میرساندن و رنگ مفروختن و که رنگ های وطنی بودن. فکر کنم اینا آهنگ های برای ساختمان سازی استفاده میشن. من اینجا به نمیش مواردیم که ساخت خود افغانستان است که به طرح های مختلف نالتر آوردن، و واقعا باعث افتخار است که افغانستان ما و شما دیگه حرفی برای گفتن داره و چیزی برای نمایش. و شرکت های مختلفی که فعلا در سطح کابل است و خارج از کابل در اینجا حضور داشتن، دوباره در جای یک کمپانی دیگه در اینجا نرخ و آهنالات خود را در مطن ما تشریح میدارن، و شرکت دولتی در کانتیننتال هم در اینجا بودن که من خواستم تمام خدمات خود رو تصویر بکشم. همچنان انگور بسیار نادر در تقریبا فکر کنم در قسم زمستان واقعا یک چیز نادر هسته، و همچنان دیگاه بخور مرسی بود و دیگاه بخور که ساخته چلال آباد به ساخته خود افغانستان هسته و سازه این خیلی کنده به چشم نخور که واقعا قابل افتخار است که حتی در آمریکا ما شنیدم کردی و در بعضی کشورهای دیگه هم استفاده میکنم، و انارای بسیار البته تر و تازه به چشم نخور واقعا افتخار افغانستان است، و همچنان نارنج هم اینجا به چشم نخور، سیب بود و بادام بود و انگور. این یکی یک دراز دراز است ما میشه زیاد نفته بودیم خورده مقصد تعمی کشتر داره. دیگر اینجا هم شرکتی چی بود که بشتر تانکار از داخل آب میسازم، و دوباره از تولیدات آهن بخش اینجا کلن هایدرولیک که نمیفهمم زیدی اخینا بود، و اینجا هم که بخش چیزی که لازم خانه هست مثل آشپز خانه و جالب اینجا که اینجا سیادانه را در این ماشین مینداختن و روغنش را میکشیدن، و اینجا اینا کلن از سنگ ساخته شده بودن، سیدکی فروخته میشد همراه باسکت های چرمی و تنی جمپر های چرمی، و در اینجا هم صنایع دستی وطنی بود که چند تا لباس رو شامل میشد، و اینجا گوشواره و انگشتر و انبان و دستان و چیزا فروخته میشد که نقل کنم. و اینجا هم کلا مسائلی مورد نیاز موبایل و کامپیوتر اینا بود، و اینجا هم جاروهای ساخت افغانستان که از پلاستیک ساخته شده بود برای وسط حیات و نمیکنم کچه اینا. دیگه اینجا تولیدات کاک، شرکتی کاک بود کاک می ساختن. دیگه در اینجا ببینیم یادم نمونده که چی بود. خب هر صورت اینا کلگیشون آمده بودن تا تمام اجناس خود را در چشم مردم بزنن و مردم بیشتر آشنا شده با اینا. تیل اون روغنی اینا بود، و اینجا هم کلن
اما کاغذ آشپزخانه و کاغذ دستمال کاغذی بود. دیگه اینجا اصل طبیعی خود وطن است که اونجا در اسکرین شما میبینید نحوی استخراجش رو بگید که چه قسمی نام و پروسی خود رو تعیین میکنن و او رو به نمایش مانده بودن. دیگه اینجا نمایی باید اون رو کنید و جالب همتن عزیز اینجا که شما بخاری رو میبینید که در برق پاوربانگ یعنی برق مردن چی میشن؟ اما پکیش باد را پوف میکنه که تا حرارت آتیش به سمت بالا کل ساحات بخاری در بر بگیره و سخت از موبایل است که موبایل سخت تر استفاده شده باشه میخوره و شیر داشت که از شیرش تو قطره قطره میچکید به پایین و بعد توسط موبایل آتیشش روشن میشود و باعث گرم آمدن بخاری میشود ولی آتیش خود شعله نداشت. این شعلهش کس در توسط او پکه که یا مولای پایینی دو بخاری بس کستن پکه توسط برق پاوربان که برق زنده دور میخوره و آتیش به طرف بالا هدایت میکنه که بسیار یک چیز انتیک خود به نظر خودم و بسیار هزینهش هم مناسب است برای مردم افغانستان. ساخت خود وطن است سالن مزارفانی میگفت سرزای مختلف داره و این یک دانه اجاق یا منقل چی بود که توسط وطنکیش مولایل یا موبایل چی میشود صبتش رو تعمیم میکرد نام یک شرکتشان هست شما دماغشان رو کلی خاندن هست مثل مشتاق باشه که در افغانستان رو بیمان ببینه یا در خارج هستن در فامیلای خود بشن بتانون از اسکرین شما رو شرکت رو بگیرن و باعث تشویقی هم بتنایی باشن باید یک مجرا بر بیرون شدن هم داشته باشه چند تا هم بتنایی هم هستن که معلومات بگیرن در رابطه با نحوی کارکردش به اینکه میگفتن دودش خودم بودم البته پرسیدم که دودم داره نداره این به طرف بالا میشه که ما نل تش کنم مثل چلی ترکی باید گفتم بله میشه دیگه مصرفش هم بزرگ گفت اقتصادی رو که هست که جنجال هم نداره هر روز پاکنه هم کنم باید فقط مواد سختش رو تعمیر کنیم برش این بازم دیگه انشالله ایش خاموشی هم نداره کدام گرفتگی هم نداره یه جوگه هم سوال هم نمیکنه. دیگه باز آمدیم سراغ اصل و ببینیم دیگه چه ها مانده اینجا هم که رنگ است از کمپنی های مختلف وطنی البته بعض اجناس های خارجی رو میدیدیم دوستای عزیز که اینجا آورده بودن از قبیل یخچال و نمیخوام ماشین رو باشه اینا و گوشتی مرغ هم من دیده بودم بخاطر که ویدیو طولانی میشود اونا رو نماند و دیگه فروشگاه کتاب و یونیفرم ویلکم و اینجا هم میوه خشک است از قبیل پسته و بادام و کشمش و بادام هندی نیست فکر کنم سیب مثل شبیه زردالو زمانی که تر بود داری که تراش کردن قاشقاش کردن و خشک کشته سیب بپریم. دوباره موقعی بیرون شدن خواستم یک حلقه دیگه از داخل دهلیزی منزل اول قصر دارالامان یک تصویری نسبتاً با فضای بازتر برش ما داشته باشم که اگر با جزئیات نتونستم از محتواهای افغانی و وطنی به صورت کلی تصویر بگیرم شما حداقل تابلوهاش رو ببینیم و ببینیم که چقدر هموطنهای ما از این باشگاه استقبال کرده بودن و واقعا چقدر یک حس خوب را ایجاد کرده بود حتی در خود تجارای ما شما که هر کدامشان از سفر شروع کردن و از خود را در مهمه بسیدن که تولیداتشان مطمئن استان خارج افغانستان هم در دسترس مردم دنیا در اکثر شهرها قرار میگیره و این بود گزارش از تولیدات وطنی در کابل تا برنامه بعدی خدا نگهدار.